Let's tear back Jumashbek Ulu will be his opponent. خب دوستان و همراهان همیشه کانال حسین نظری MMA، درود بر شما. بریم به آمریکا، محل برگزاری مسابقات جام جهانی 2022 1401 زمستان 1401 دلبر کشورمون رحمان آموزاد عوض 65 کیلوگرم با دونده آبی مثل همیشه دستیره که در مقابل نماینده جهان جوماشب کوف فکر میکنم که اهل قرقیزستان باشه. در همه ابتدای کار اصلاش بهتر دار کار میکنه، مثل همیشه گارد پایین زیر کت میزنه پیچه کمر و اسی رو سردرگم میکنه حریف رو. ببینید چقدر دستش خوب داره کار میکنه، مثل چنگک دست رو میزنه زیر کت و یه پیچه کمر میتابونه، ولی خب امتیازی نداشت. یک باری تحت تقیب اتشک خارجش میکنه، یه دونه هم میتونم به خاطر فرزفن بدست ببینیم دادن یا نه. بله یک امتیاز هم به خاطر فرزفن کاملا مشخص بود که دست رحمان فرار کرد. 2-0 چاره ای هم نداد. ببینید چقدر دستش خوب کار میکنه در برای کشورمون که حالا با داشتن قهرمانی جهان مدال طلای جهان قرص و محکم یکی از امیدهای اصلی 65 ماست تو این بحث. دستی رکت حالا خوشه رگیس هم میدونه که چجوری راه رحمان رو ببنده، یه زیر نشون میده رحمان خیمه سنگین سرگردن رو داره کالت فیتو جمع جور میکنه کشتی رگیس، باید مراقب باشه. خوشه زیادی میاره ولی رحمان گلدور پاپس نذاشته چه کشتی همچون 2-0 خب کشتی رو جدا میکنه داور و تو سرشاخ باید ادامه بدن. وقتی فن دیگه میشه چند ثانیه زمان داره تا کشتیگیر فن رو اجرا کنه، اگر نتونه فن رو اجرا کنه کشتیگیر دو کشتیگیر جدا میشن از هم دیگه توسط داور و تو سرشاخ باید ادامه بدن. یک پای دیگه زیر کت زده کشتیگیر حالا درگیز و رحمان یه سرزیر بقیل میخواست بره یه دست یه پا رو بگیره ولی خب هوشیار بود این بار، همچنان رو به جلو میتونن اختار بدن، اختار کم کاری بدن به کشتی قرقیز. اصلی که از این دست رو داخل روم داده تا نتونه کشتی قرقیز کنو خوش رو به اجرا بذاره. همچنان رو به جلو یک بری دستی که خاک میکنه، چقدر خوب داره کشتی میگیره، چقدر خوب جا افتاده. 4-0 دو کشتی حتی شد خارج میشن. حالا یه رقص پایی میکنه ولی نمیده در مقابل دلاور کشورمون چه کنه. تا به اینجا کار حرفی برای گفتن نداشته، دستای رحمان پیاپی داره کار میکنه، یک بادی پیش میندازه، آروم و قرار نداره رحمان، انگار نه انگار که داره تو مسابقات جام جهانی کشتی میگیره، انگار یه تمرین باشگاهیه. چقدر خوب کشتی میگیره، یک بادی رو دستای همدیگه کار میکنه. حالا کشتی برگی سعی میکنه زیر کتف زن، حالا رحمان وقتی زیر کتف میزنه واقعا حریف رو از کار میندازه، کتفایی قوی داره. حالا کشتیگیره قرقیز یه لحظه اومد پیش بندازه ولی خب کشتیگیره ما بود که رو کرد و خاک. ببینیم امتیازی ندادن، نمیدونم چرا برای این صحنه امتیاز ندادن، به قدری سریع فن زدن که مشخص نشد چی کار کردن. خب ثانیه پایانی 3 دقیقه اول، خب هر دو کشتیگیر ترجیح میداد برن برای 30 ثانیه استراحت نزد مربیای خودشون. خب عزیزانی که به یوتیوب دسترسی نداری پیج اینستاگرام حسین نظری MMA اونجا هم میتونید آخرین اخبار مربوط به کشتی‌ها رو پیگیری کنید. مربی زحمتکش کشورمون، مرد شماره یکی تیم ملی کشورمون، پژمان درست کار کرده لازم رو میده به شاگردش، ارتباط بسیار خوبی با کشتیگیرا داره، جانانه برش میجنگن بچه‌ها. ببینیم چه میکنه در ادامه کار داره برای کشورمون. تا به اینجای کار 4-0 جلو افتاده، ببینید این زیره خم زیبا رو خودش رو رسون به مچ پا و از این بر پارو درو کرد و خاکش کرد، نفهمید از کجا زیر خورد کشتیگیر قرقیز که البته یک بار دیگه بگم برای نماینده جهان داره کشتی میگیره. تیم ما تونست ژاپن رو شکست بده، اگر این تیم رو شکست بدیم میریم به فینال، از اون بر هم احتمالا امریکا میاد برای فینال. یک بار دیگه تند و تیز کشتی رو آغاز میکنه 3 دقیقه دوم، میتونن اختار بدن به کشتیگیر قرقیز، همچنان رو به جلو دستی رکت یک بایی تحت تحقیق گذاشته رو به جلو میرفت. بله پاشت تو شه خارج میشه،
یک امتیاز دیگه میدم به کشتیگیرم. چه کشتی 5-0 میشه. حالا رقص پا میکنه این پایگی کشتی قرمز که نشون بده سرحاله، ولی سرحال بودن در مقابل تکنیک فوق‌العاده رحمان کاری از پیش نمیبره. ببینید چقدر سرحال، چقدر دستش خوب داره کار میکنه، گیج و سردرگم میکنه حریف رو، زیر نشون میده، زیر کچ میزنه، تو سرگردن کار میکنه. یه نیم نگاهی حالا به ساعت میندازه رحمان عموزاد دلاور خلی شهری ما از مازندران، با سن و سال کمش اومد تو مسابقات جهانی سروستان قهرمانای بزرگ دنیا رو شکست داد. حاج علیف قهرمان جهان المپیک رو شکست داد، همه رو یکی پس از دیگری از پیش رو برداشت و مقتدرانه ترای جهان رو گرفت. اینجا هم اومده پشتهای زیبایی به نمایش گذاشته. یه یک بار دیگه زیر دو خم میتابونه، باید مراقب بدلکاری کشتی قرمز هم باشه. شپکوف تو این صحنه خوب عمل کرد، خودش رو رها کرد چنگ رحمان عموزاد. نچه کشتی 5-0، یک دو بیست ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم و یه برد دیگه برای دلاور کشورمون. یا رحمان کاملا خودش رو میاره پایین تا اسیر فنون پرتابی کشتیگیر قرقیز نشه. یک بار دیگه رها میکنه خودش رو، آروم و قرار نداره رحمان. ببینید چقدر خوش نفس، خوش انرژیه، تا ثانیه‌های آخر میجنگه، فرقی نمیکنه در مقابل کی قرار گرفته. قهرمان جهان المپیک مردونه میاد و میجنگه تا ثانیه‌های آخر. یه سرزی بغل حالا نشون میده تو برگشت رحمان بود که میرفت برای مچ پا. چقدر خوب کرد رحمانی صحنه رو. یک بار دیگه زیرگیری، ولی از راه دور خمی سنگینه جوما شپکوف تا همون حالت سعی میکنه زیر یه خم رو جمع جور کنه رحمان. بکشی گیره پرگی سعی میکنه که تعادل کشتی گیره ما رو به هم بزنه. هر دریزت بسته بود، همه فنون رو امتحان کرد کشتی گیره قرقیز، ولی خب نتونست کاری از پیش ببره. به مرز 10 ثانیه رسیدیم و مطمئنن یه بار دیگه برای رحمان سر خواهد شد. همچنان تحت فشار گذاشته رحمان رو، حتی یک امتیاز هم نمیخواد رحمان بده. بله تموم میشه کشتی و قصد نماشید میگیم به رحمان دلاور، کشتی زیبا و سنگینی گرفت. امیدوارم که دیدن این کشتی زیبا لذت برده باشیم دوستان. دلاور کشورمون، این چهره دلاوری از خلیشهر، یک بار حریفش رو مغلوب میکنه و مورد تشویق هواداره کشتی قرار میگیره. امیدوارم دیدن کشتی زیبا لذت برده باشید. بریم به کشتی های بعدی از آن. تا دور دیگر، بدرود.